چون خیلی تکنیک داره. سلام عزیزم، حالتون چطوره؟ با این غذا چه میکنی؟ مسمای بادم جو. خورشت بادم جون جزء خوشمزه ترین خورشت است. ولی اگر یه سری تکنیک رو ندونین، محاله که این خورشت خوشمزه بشه. توی کتاب دایره المعارف آشپزی ایرانی، از خورشخانه ایران باستان تا آشپزخانه هر استان، تمام تکنیک ها رو دادیم بهتون، به انضمام اینکه مسمای اسفناج ساری، مسمای بادمجون با مو، مسمای بادمجون با کدو، مسمای انواع و اقسام خورشت های بادمجون. ببینید، برای داشتن یه خورشت بادمجون و لذیذ، به این نکته هایی که میگم دقت کنید. اولا گوشت رو که دیگه همه تون استاد شدین تو قرمه کردن گوشت، که گوشت رو نباید حرکتش بدین، بذارین کاملا آبش بره تا قرمه بشه. ببینین این گوشت رو نگاه کنید، ما با ماهیچه درست کردیم، اجازه دادیم این با همین حرارت سوزن جوش ملایم، گوشتمون رو تفت دادیم کاملا از هر دو طرف، پیاز داغو بهش اضافه کردیم، یه مقدار استاک ریختیم، تا این چی شده؟ یه تقریبا 2 ساعت و نیمی هست که داره میپزه. ببینید یه نکته ای رو که باید توجه کنیم برای خورش بادمجون، نگاه کنید رب گوجه من چقدره. رب گوجه خورش بادمجون باید خیلی کم باشه. بعضی هم یعنی این رب گوجه رو زیاد میریزن و اصلا خورش بادمجونشون خوشمزه نمیشه. پس بنابراین دقت کنید رب گوجهتون رو کم بریزید. زردچوبه رو بهش اضافه میکنید، با زردچوبه تفتش میدیم. زردچوبه این یه ذره بیشتر بشه هیچ اشکالی نداره. میدونین چرا رب گوجه رو تفت میدیم؟ به خاطر اینکه آنتی اکسیدانش زیاد میشه و خیلی خوش رنگ تر میشه توی غذای ما. وقتی که گوشت من کاملا پخته، نمک رو در نیمه پخت بهش اضافه کردم، الان این رب گوجه فرنگی و زردچوبه رو بهش اضافه کردم. خانم جان اگه ماهیچه استفاده نکنم چه گوشت دیگه ای مناسبه برای گوشت مغز بوم گوسفند استفاده کنم؟ گوشت مشکلی نداره، گوشت گوسفندی برای خورش بسیار مناسبه، میتونین از اون استفاده کنین. مغز بوم گوسفند. بله. ببینین این ماهیچابه رو دوباره من میذارم روی حرارت. یه نکته اینجا میخوام بهتون بگم. بادمجون، خورشت بادمجون کاملا باید سرخ بشه از همه طرف. بادمجون چین اول باشه. دقت کنیم بادمجونایی که میگیریم تلخ نباشه، تون نباشه، پوستش بنفش رنگ نباشه، کاملا سیاه. بادمجون چین اول یک بادمجون شیرین و عالیه. خب چمش بادمجون رو از همه نمک میزنیم، از همه طرف سرخش میکنیم. وقتی نمک میزنیم تو آبکش میریزین آبش بره، از همه طرف سرخ میکنین. نکته مهم خورش بادمجون اینه، بعد از اینکه سرخ کامل کردین، دو بار توی آب جوش میجوشونین، آبش رو میرزین میره. این خورشت بادمجون شما رو میتفاوت میکنه، متفاوت میکنه. آخه یادم افتاد یه دفعه خورش بادمجون بچه های خونه گذاشته بودم، من وقتی اومدم بادمجون تلخ و تلخ بود. برای این که تلخی بادمجون رو بگیرم این کارو من کردم و بی نظیر شد. این تجربه من توی خورش بادمجون که به شما عزیزان میدم. من الان این بادمجون رو کاملا سرخ کردم و حالا چه کار میکنم؟ آها، اینم بهتون بگم. وقتی که گوشت رو من میپختم توی قابلمه پختم عزیزان، لایف سیف میشه. ببخش خواهش میکنم. وقتی که گوشت رو میپختم من توی قابلمه پختم، خب، ولی زمانی که میخوام بادمجون رو بهش اضافه کنم، میام چیکار میکنم؟ میام میریزم خورشتم رو توی ماهیچابه که وقتی میخوام اینو بکشم سروش کنم، به راحتی بتونم سروش کنم. یه موضوع دیگه ای هم که به شما عزیزان بگم، البته من یک کلک کوچیک زدم، یک کمی هم بادمجونم رو پختم که بتونم مراحل آخر کاریم به شما عزیزان بگم. ببینید وقتی که خورش بادمجونتون رو اضافه کردین، ما یه نکته دیگه به شما عزیزان بگم، اینه که ما همیشه گوجه بادمجون رو چیکار میکنیم؟ تفت میدیم، درسته؟ ولی کار اشتباهی که ما میکنیم همیشه اینه که گوجه رو با پوست تفت میدیم.
خیلی تو خورشت بادمجون بدمزه میشه. گوجه هاتون حتما پوستش رو بگیرین، بعد از اینکه پوستش رو گرفتون سرخش کنین. چرا سرخ میکنین؟ چون سرخ کردن گوجه فرنگی همیشه باعث میشه که گوجه فرنگی باعث میشه که آنتی اکسیدان بیشتری داشته بشه و خوشمزه تر بشه. حتی شما اینو میدونین خورشت بادمجونم که ما سرخ میکنیم، سرخ کردن بادمجون به خواص بادمجون اضافه میکنه. خب الان یه کمی بادمجون من از قبل یه ذره پخته بودم، ولی شما تو خونه بعضی ها فکر میکنن پخته بادمجون باید کم باشه. اصلا یه همچین چیزی نیست، بادمجون پخته طولانی میخواد. یعنی شما بادمجونتون رو که سرخ کردین، دو آب پوشوندین، توی این ریختین، حداقل نیم ساعت سه رو بادمجون رو با حرارت ملایم بپزید. بعد از اون چه کار میکنید؟ گوجه رو اضافه میکنید. فامینه جان سوال کردن که بادمجون رو میتونن کبابی کنن جای سرخ کردن؟ بادمجون کبابی هم خیلی خوشمزه است، ولی سرخ کردن بادمجون همونطوری که گفتم به خواص بادمجونتون اضافه میکنه. یک ابتکار دیگه‌ای که ما خرج دادیم، ببینید این زعفرونتون رو فرق نمیکنه از اول اضافه کنین یا اواخر پختتون اضافه کنین. یه ابتکار دیگه‌ای که ما توی خورش بادمجون انجام دادیم که 100% کار خودمونه، اینه که ما اومدیم رب قوره درست کردیم. ببینید خوشمزگی خورشت بادمجون با قوره است، با آب قوره است. من فکر کردم چی کار کنم که این خوشمزه تر بشه. من شکممون گفتم بیام یه سس براش درست کنم، یه رب قوره درست کنم. این بود که به فصل قوره، قوره رو گرفتم، پختم، لک کردم، رد کردم از صافی. توی کتاب تکنیک و نکاتمون کردم، خیلی وقت تموم شده، فکر کنم دو ماه دیگه میاد بیرون، دستور رب قوره رو بهتون دادیم. پیش خرید میتونم بکنم. چه بهتر. رب قوره رو ما چه کار کردیم؟ به خورشت بادمجون اضافه کردیم. این خورشت بادمجون ما رو 100% متفاوت تر میکنه. خانم اینجا ادویه های خورش چیه؟ به غیر از حالا زعفرون رو به قوره به هیچ وجه الوجود فلفل سیاه به هیچ بادمجونی اضافه نمی کنید. اضافه کردن فلفل سیاه باعث میشه که دیگران فکر میکنن بادمجون شما تند و تیزه. اصلا ما اینم باز از تجربیات خود من بود، کلن برای درست کردن بادمجون فلفل سیاه رو حذف کردیم. خب قوره هم داری؟ بله، آب قوره هم بهش اضافه خود قوره رو. بله، خود قوره هم اضافه میکنیم و بعد گوجه های سرخ شده. خامینه جان یه توضیح کوتاه میخوام راجع به دم کردن زعفرون. چشم. زعفرون رو هم میتونین دم بکنین، هم میتونین توی آب یخ بریزین و توی یخچال بذارین. یعنی توی یخ بهش اضافه کنین، توی یخچال بذارین دو روز بمونه، اونم بی نظیر میشه، خیلی خوب میشه. با آب جوش هم که میتونین بذارین، درش رو ببندین، مثل چایی که دم میکنین روی یه بخاری دمش بندازین. ببینین عزیزان، کلاس های مجازی ما شروع شده و استقبال خیلی خیلی خوبی شده از کلاس های مجازی. همطور که بهتون گفتم ما داریم خوراک ایران رو احیا میکنیم، به سراسر دنیا صادر میکنیم. با زدن دایره المعارف آشپزی ایران ما واقعا به استانها رفتیم، اینا رو جمع آوری کردیم و الان با آموزش های مجازی اینا رو داریم احیا میکنیم. کسایی که تو شهرستان ها هستن، تو همین هفته آشپزی ایرانی ما شروع میشه. فقط کسایی که کتاب میخوان، شماره تلفن کتاب با شماره تلفن کلاس فرق میکنه. در ضمن اینم بهتون بگم این کتاب چاپ جدیدش 30% افزایش قیمت داشته به دلیل گرونی کاغذ و چاپخونه، ولی خانم شریفی کسایی که دارن پیش خرید میکنن با همین قیمت سابق دارن بین عزیزان کتابو ارائه میدن. چند تا سوال بپرسم؟ بفرمایید. بادمجون چند دقیقه بجوشه؟ خدمت عزیزان گفتم تو آب یا تو غذا؟
زدن که بعد از سرخ کردن داخل آب. بعد از سرخ کردن داخل آب یکی دو دقیقه میجوشه، تو آب کش میریزین، دوباره آب و جوش میارین، بادمجون رو بهش اضافه میکنین. گرد قوره میتونن استفاده کنن؟ گرد قوره هم خیلی خوشمزه میکنه، ولی رب قوره یه چیز دیگه است. بسیار عالی، مرسی خانم نیجان. امیدوارم این خورشت بادمجون لذیذ رو بپزین و در کنار خانوادتون لذت ببرین. نوش جون همگیتون.